سلام خدای مهربان با سلام و وقتتان بخیر حمت الله میساق محمدی هستم پس از شکست بنبست انتخابات افغانستان به پادرمیانی وزیر خارجه امریکا و نماینده خاص ملال متحد هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به هدف حفظ ثبات در کشور به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند تیم های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری میگویند به خاطر برطرف ساختن نگرانی ها میان دو نامزد مبنی بر این که پس از اعلام نامزد برنده نامزده بزنده به حاشیه نرود در قالب یک حکومت وحدت ملی با هم یکجا کار خواهند کرد در این حال محمد محقق معاون دوم دکتر عبدالله عبدالله میگوید پس از تفتیش آرا رئیس جمهور منتخب قانون اساسی را تعدیل می کند و نامزد دیگر نخست وزیر خواهد بود و این برنامه پس از خبر خوش آمدین در بحث امشب جناب آقای احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی را با خود داریم که از حضورشان در برنامه جهان سپاس تشکر خیلی خوش آمدین و توافق بعد آمده میان دو نامزد را در پادر میانی وزیر خارجه امریکا و ملل متحد واقعا چی یافتین؟ بعد سلام عرض ادب خدمت شما و کسانی که ما را از پردهای تلویزیون میبینند من خوشحالم و جای سپاسگزاری است که از هر دو کاندیدی محترم جناب دکتر عبدالله عبدالله و جناب آقای اشرف قینی سپاسگزاری کنیم که مردم افغانستان از تشویش و دلهورگی نجات دادن. اونچه که داره در پیش روی دور دوم انتخابات سنگ اندازی های صورت گرفته بود مشکلاتی آمده بود خط بطلان کشیده شد و برای آینده افغانستان از اقلانیت و منطق کار گرفتن متوافقی هر دو کاندید محترم را جهت تصفیه صندوق های رایگهی و جهت مشارکت حکومت بعدی یک فعال نیک میدانم و باور دارم که مردم افغانستان از این حرکتشون استقبال میکنند نه تنها مردم افغانستان بلکه یک رضایت مندی در سطح ملی و بین ظاهر شده اون را که آقای جان وزیری وزیر خارجه امریکا و نماینده ملل متحد در افغانستان انجام دادن نیز جای سپاسگزاری اما ای کاش جناب رئیس جمهور جناب آقای حامد کرزی این ابتکار عمل به دست میگرفتن و این کار را انجام می دادن ای آقای جان اگر همچو کورگره ای را آقای کرزی واز میکرد افتخار بیشتری نصیبشان میشد که متاسفم که نشد به هر صورت اون چی که آید نیکوست بهتر است بود سیدی توافق سیاسی به دست آمده را چقدر به نفع سواد در افغانستان و آینده افغانستان میبینین و واقعا این و وح... حکومت وحدت ملی که گفته شد چه تفاوت با اون حکومت اعتلافی که پیش از این از سوی هر دو نامزد شده بود دارد اون چی که من باور دارم و تأکید می کنم افغانستان کشوری کسیر الاقوام است زبان های مختلف اقوامی مختلف و تا هنوز افغانستان به یک ملتی واحدی تکمیل نشده تا هنوز حرف از اقوام زده میشه بعد در افغانستان هیچ قومی هیچ زبانی هیچ ملیتی به تکمعوری و تنهایی با مشت فولودین نمیتونه بالا اقوام دیگر حکمت کنه بنان با کنار رفتن ها مشکل افغانستان حل نمیشه با کنار آمدن ها حل میشه وقتی که هر دو کندیدی مطرح به شمول کاندیدای دیگری هم که در دور اول بودن اگر اینا در یک حکومت وحدت ملی که حال اعلان کردن کنار هم میان هر دو برای بقای افغانستان برای سعادت افغانستان برای وحدت ملی کار میکنن از هر چیز که نیکوتر و بهتر است و من بازم تکرار میکنم که دیگر این پول و پلچک ها را اصیل برده که بتاره در افغانستان یک قوم یا یک زبان یا یک ملیت یا ملیت دیگر خونسا بکنه و سانه سیاسی و سی کنه ای امکان نداره فقط با کنار آمدن ها میتوان که گره های مشکلات بود پس از وقفه کوتاه همچنان بیننده این برنامه باشه سلام دوباره شما برینده برنامه پس از خبر به گناه مستقیم و زنده از آریانو نیوز هسته جناب سیدی حالا تفاوت در این حکومت اطلافی و حکومت وحدت ملی واقعا در چیست؟ اون چی که قواعد در کشورهای مختلف نشان میته حکومت های و حکومت های که یک حزب یا دو حزب در پارلمان وقت که میخواین به وزیری اعظم یا صدراعظم اعظم را اعتماد بتن یک تعداد چوکی ها را تقسیم می و هر وقت که احتلاف از هم میکسله احتلاف حکمت هم سقوط میکنه یعنی اما حکمت های وحدت ملی سیستم پارلمانی نیست یک لیدرشپ یا لیدرها کسانی که بزرگ هستند رای بلندتر بردن سنجش میکنند که فلان کاندید که نفر دوم است فلان کاندید که نفر سوم است اینها هم آرای مردم با خود دارن مربوط به یک قوم هستن مربوط به یک زمان هستن مربوط به یک منطقه هستن بالاخره اینا هم کدرا و دانشمندا و نخبه های دارن اما با یک شرط که همه از اینا اجندای جداگانه ای ندارن ختمش جداگانه ای ندارن برنامه جداگانه ندارن برنامه همون برنامه است که کسی در رأس است بله. برنامه بنابراین اینا در پرتابی همون برنامه به خاطر بقای کشور به خاطر وحدت ملی به خاطر استحکام نظام کار میکنه حالا چیزی که محمد محقق ماون دوم عبدالله امروز با نیوز گفت چقدر واقع بینانه است از دید شما که پس از تفتی آرا رئیس جمهور منتخب قانون اساسی را تعدیل میکنه و نامزد دیگر نخست وزیر خواهد اون که من اونچه که جناب آقای محقق گفتن یقینا آگاهی دارن اما اونچه که میدانم می در قدم اول بعد از بعد از اینکه تصفیه آرا صورت گیره که آرای سیاه از سفید جیداشه به تاریخ پونزه برج سنبله امسال که ای را فکر میکنم تا الان نگفته باشن من افشا میکنم حکمت از جناب آقای رئیس جمهور بر رئیس جمهور منتخب جدید انتقال پیدا کنه 15 سن بالا یعنی سوا 23 است هفت بگیریم و یعنی تقریبا در حدود 50 چند روز بعد درست که امیدوارم تغییر نکنه وقتی که انتقال پیدا میکنه کسی که نفر اول میشه با ختمش که یا برنامه‌ای که داره او رئیس جمهور است و نفر دوم نفر دوم که بین همین دو نفر است که آیا دکتر عبدالله عبدالله روی اول میبره یا آقای اشرف قابل بحث است نفر دوم در حال حاضر رئیس اجرایی میشه رئیس اجرایی به این که گویا کابینه به مشوره رئیس جمهور هر دو تا توافق میکنن به سر وزرا و جلسه وزرا را همی رئیس اجرایی که به اصطلاح انگلیسی چیزی دیگر یاد میکنن ای دایر میکنه یعنی گویا رئیس اجرایی قواه هست و رئیس جمهور در گاهی میتونه رئیس جمهور هم این جلسه را دایر کنه و در مسائل کلان هم به رئیس جمهور مشوره میشه من فکر میکنم که تیشش شش ماه طوری که توافقات صورت گرفتی دوام میکنه بعدا روی تعدیلات قانون اساسی بحث خواهد شد و نظامی ریاستی به نظام پارلمانی بالاخره تبدیل خواهد شد که یکی از جمله یکی از برنامه های دکتر عبدالله عبدالله بوده چه قدر واقع بینان است از دید شما با توجه به وضعیت کشور؟ من فکر میکنم که حکومت ریاستی را که ما تا 13 سال داشتیم با همه دستاوردها ولی کمی و کستی های داشت بخاطر اینکه در دنیا تجربه شده که حکومتهای ریاستی یک دسته خیلی خودکامه و بالاخره اگر عذر میخوایم دیکتاتور میشن اما حکومتهای ریاستی که هست که یک قوت پیش صدر اعظم است یک قوت پیش پارلمان است یک قوت پیش رئیس جمهور است نتایج بهتری داده شما ما در همسایه‌های خود مثلا ما در هندستان حکومتی پارلمانی داریم در پاکستان حکومت پارلمانی داریم در ایران حکومت پارلمانی داریم و بعض جاهای دیگر تقریبا بنان حکومت های یعنی پارلمانی که قوت صدری از را پارلمان را اعتماد میگیره و وزیرا میتونه که از خودکامگی و دیکتاتوری یک شخص بکنه حالا فکر میکنین که این سبب ضعف حکومت بدی افغانستان خواهد شد اگر دو سال حکومت را مصروف چگونگی ساختار درون دستگاه حکومت باشند دو سال دیگر فرصت خیلی کوتاه نخواهد بود برای اجرات حکومت داری بهتر شما ببینید که اگر صداقت و پشت کار وجود داره بسیار گره های مشکل بزرگی حل میشه کی باور میکرد که همچون مشکلی که تا سرحدی مقابله با یک دیگر تا سرحدی جنگ و گرون کردن رسیده بود یک آدم که نام وزو کیری و رئیس وزیر خارجه امریکا میایه بعد از 48 ساعت هم را خط میکنه شما باور میکنین نمیکردین اگر صداقت و همکاری وجود داشته باشه قانون سوسی دیگه اول قانون سوسی ما خط قرآن نیست در تمام دنیا مبرتان میگم همه حکومتی پاکستان که شست و چند سالی از عمرش میگذره تا کنوز 19 مرتبه قانون سوسیش تغییر کرد 19 مرتبه یعنی موادش تغییر کرد بله. که یک لوی جرگه است میخواهند یک چند نفر میشینه یک مادر تغییر میکنند خیلی مشکلی نیست وقتی که همکاری وجود دارد اگر مشکل تراشی باشه و یکی یکی دیگه را خونسا اعلان کنه و یکی یکی مصفت یکی منفی باز کار دارد حکومت پارلمانی یا صدارتی الزامیت از احزاب بسار قوی را داره در حال که ما نداریم ما راستی که تا هنوز احزاب قوی و نیرومند نداریم ولی باید به با اون طرف حرکت کنیم بریم تا اگر ما در همی بمبست انتخاباتی احزاب قوی می داشتیم با این چهار شام مواجه نمی شدیم ببینید بنان اولی گام هم که بر می اگر صد فیصد موثر نباشه گام های ابتدایی می ببینید یک عالمی می گویه که اولین قدم را که آدم در یک سفر بر می دارم که سفر نیمه کرده است حالا نگرانی به است که این مواد دو سال فراتر از این نره باز تکرار می همکاری صادقانه پشت ازی باید نباشه که یک دیگر خود به طرفی محو کردن و کشیدن از صحنه بلکی هدف قرار آمدن ها باشه همه کار ها آسان میشه به خاطر که وقتی که ما در افغانستان بیشتر توجه از نبود احزاب بسیار قوی سیاسی است که ما در داخل پارلمان باید داشته باشیم ما ببینین ما در افغانستان احزابی داریم من نمیگم که احزاب خیلی احزاب پخته و کارکشته هستند و فراگیر هستند ولی احزاب ما هست یک تعداد احزاب ما قومی هست در افغانستان زبانی است منطقوی است اما وقتی که سیستم پارلمانی ایجاد شد و پارلمان یک مقدار تعداد از روی سیستم احزاب داخل پارلمان شد با زود رشد میکنند شما ببینید همه دموکراسی به ازرادی بیان تا 13 سال اگر منطقا ما فکر کنیم ما سفر سه دهه را به یک دهه تی کردیم بران مردم افغانستان با استعداد و باوری که دارند میتونن که احزاب از اونم زودتر رشد کنن ولی تا 13 سال متاسفانه یا نخواستن یا نکردن جناب رئیس جمهور جهتی رشد احزاب نخواست گام برداره بنان وقت که سیستم به سیستم احزاب مردم به قدرت برسه رشد احزاب هم سریعتر بشه حالا فکر نمیکنن با توجه به آرایش های انتخاباتی که صورت گرفته بود و گمان هم بیشتر بر این بود و با به این بود که مقابل هم هستنی های انتخاباتی حکومت بعدی با اصل همین وحدت ملی هم دوچار مشکل خواهد بود؟ باوری می است که هر دو کاندیدی محترم با تکرار میکنم دکتر عبدالله عبدالله و آقای دکتر اشرف غنی احمدزی بی باور رسیدن که از ما شرطی نخواهین که من نام بگیرم دستای وجود داره که می در داخل نظام که ما را با چالش بکشه و خودی و از آب گیلالود ماهی بگیره هر دو به این نتیجه رسیدن پشت درهای بسته و هر دو به این نتیجه رسیدن که هیچ کس هیچ فردی نه آقای دکتر عبدالله و نه آقای اشرف این کشتی شکسته افغانستان به سرمنزل مقصود رسانده نمیتونه حالا نگرانی از همون وجود همون افراد است که ممکن با چالش رو برو بکنه حکومت بعدی اما ما باور دارم که حرکتی را که در مقابل یکجا یک جا با وزیر خارجه امریکا هر دو کاندید محترم دیروز در پیش پرده های تلویزیون نشان دادن من خیال میکنم که اقنانیت به بلوغ سیاسی از اینا نشان داد بلوغ سیاسی از این نشان داد که اینا مطمئن هستند و مستحکم تعهد کردن شما پیشتر از طریق تلویزیون دیدین که آقای دکتر عبدالله عبدالله به خیمه هایی که در شهر کابل بود رفت و بدون از, از اینکه نتایج انتخابات شمار شده باشه بدون از اینکه معلوم شده باشه که کی رئیس جمهور است و کی رئیس اجرایی است از جوانات تقاضا کرد که تشکر میکنم برین به خانه اگر اطمینانی نمی داشتی خیمار دامنشی جمع نمیکرد کرد بنابراین انشالله اطمینان محکم وجود حالا حکومت بعدی را از منظر مشروعیت داخلی و همچنین درسته بین المللی و قانون من بودن چی گونه